در این قسمت قصد دارم که فعل وود رو به شما دوستان عزیز معرفی کنم. دقت بفرمایید دوستان، وود میتونه مفهوم آینده داشته باشه، یا اینکه به فعلها یک جنبه رسمی تر و آکادمیک تر ببخشه. مثلا ما فعل لایک رو میشناسیم هممون. لایک به معنی دوست داشتن، مثلا I like to play football. ها بعد از لایک هم فعل صورت مصدر میاد، I like to play football، من دوست دارم فوتبال بازی کنم. اما در کنار لایک ما فعل would like هم داریم. would like هم دوستان میتونه به معنی در واقع مایل بودن باشه. I would like to play football. I would like ها یعنی من مایلم فوتبال بازی کنم. دقیقا ما به جای like از would like میتونیم استفاده کنیم، اما مفهومش یک مقداری در واقع رسمی تره. یا فعل prefer و would prefer. prefer ترجیح دادن، would prefer هم به همین صورت، اما یک مقدار حالت رسمی تر داره. مثلا به جایی که بگیم we prefer to have lunch، ما ترجیح میدیم که have lunch ها، نهار بخوریم. میدونید دوستان have به معنی داشتن یا خوردن و نوشیدن هم میتونه باشه. we would like to میتونیم بگیم we would prefer to have lunch، ما ترجیح میدیم که نهار بخوریم. okay we would prefer to have lunch به این صورت. پس ما به جای like یا prefer میتونیم از would like و would prefer استفاده کنیم. یا در جملاتی که داشتیم مثلا به جای اینکه بگیم که دقیق بفهمید دوستان، مثلا ما میگفتیم studying is important ها، studying درس خوندن is important مهم هست، میتونیم بگیم studying would be important، که این خیلی رسمی تر و آکادمیک تر میکنه کلام ما رو. این چیزیه که در مکالمات پیشرفته تر باید رعایت بکنید دوستان، یعنی خیلی خوبه که از اینها استفاده کنید. ببینید studying would be important یعنی مطالعه مهم خواهد بود. ما توی فارسی هم به همین صورته، وقتی مثلا توی خیلی از مباحث که وقتی که داریم رسمی صحبت میکنیم به جای اینکه بگیم درس خوندن مهمه میتونیم بگیم درس خوندن مهم خواهد بود، یا ورزش برای سلامتی مفید خواهد بود. این جمله رو به این صورت میگیم sport would be helpful for health. sport ورزش would be خواهد بود، would be important یا would be helpful ها مفید خواهد بود for health به این صورت. پس دوستان توصیه میکنم که از فعل would استفاده بکنید در موارد مختلف، و دقیقا خوشبختانه خیلی از این موارد استفاده همونطور که دیدید دقیقا مطابق فارسی هست. مثلا یک حالا مثال دیگه برای که واضح بشه اینه که این هست که مثلا میتونیم بگیم که دوچرخه سواری ماهیچه ها رو قوی میکنه. خب ما میتونیم بگیم دوچرخه سواری ماهیچه ها رو قوی خواهد کرد ها، یا bicycling would strengthen دوستان میدونید برای قوی کردن تقویت کردن هست. So bicycling would strengthen the muscles bicycling دوچرخه سواری would strengthen تقویت خواهد کرد چه چیزی رو؟ the muscles ماهیچه ها. Bicycling would strengthen. یعنی به جایی که بگیم strengthen، بگیم would strengthen. چی؟ The muscles. دوستان ویدیویی که دیدید نمونه ای هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید، فرق نمی‌کنه از داخل یا خارج از کشور، میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز. و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر با ما در تماس باشید، نمونه کارهای ما رو ببینید در پیجای ما و در پیج در واقع اینستاگرام ما یا در تلگرام ما، و پکیج کامل ما رو دریافت کنید دوستان. ویژگی اصلی پکیج های ما دوستان سادگی بیان و آموزش مطالب از صفر تا پیشرفته است، و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریعتر و راحتتر از هر کلاسی به هدفتون برسید.